اردشیر فنایان جوان 31 ساله سمنانی بعد از یک هفته مرخصی مجدداً برای گذراندن ادامه حکم 6 ساله‌اش به زندان سمنان برمیگردد. جرم او اعتقاد به دیانت بهایی و دیگر جرم‌های بی‌پشتوانه است که به پیروان این آیین برای دستگیری، اعدام و شکنجه آنها در طول 40 و اندی سالی که از انقلاب اسلامی گذشته است داده شده است. اردشیر یک روز پیش از پایان مرخصیش با گلرخ فیروزیان ازدواج می‌کند. این واقعه در پایان مرداد 1399 در سمنان ایران اتفاق افتاده است. زندگی اردشیر با زندان عجین شده است. او در آذر 1367 در زندان سمنان به دنیا آمد و تا 3 ماهگی در کنار مادر در زندان بود. این اولین بار نیست که اردشیر به دلیل اعتقاد به باورش و خدمات اجتماعیش برای جامعه اطرافش گرفتار می شود. او ابتدا در سال 1392 برای 8 ماه به زندان افتاد که 2 ماه آن را در زندان انفرادی گذراند. سپس مجدداً در 10 اردیبهشت 98 بازداشت شد و 75 روز در سلول انفرادی و زیر فشار بازجویی‌های طولانی و شکنجه‌های روانی وزارت اطلاعات قرار گرفت و این بار نیز برای بار سوم دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شده است. خانواده فنایان یکی از نمونه خانواده‌های بهایی است که از ابتدای انقلاب اسلامی و تنها به جهت اعتقاد مذهبیشان همواره مورد آزار و اذیت مداوم دستگاه‌های دولتی بودند. پدر و مادر اردشیر هر دو از اعضای محفل محلی سمنان بودند که وظیفه رسیدگی به امور جامعه بهایان آن منطقه را همراه با تعدادی دیگر از بهایان بر عهده داشتند. هر دوی آنها به فواصل در دهه 60 گرفتار شده و ابتدا به اعدام و سپس به زندان طولانی مدت محکوم شدند. پدر اردشیر بعد از گذراندن حکم 6 ساله‌اش در زندان در سال 1365 آزاد می‌شود. حاصل زندان و شکنجه‌های روانی سخت و طولانی در این مدت شکستگی دنده‌ها و کمسویی چشمانش تا پایان عمر است. او در خرداد 98 و در زمانی که اردشیر در زندان به سر می‌برده در سن 87 سالگی از دنیا می‌رود. مادر اردشیر نیز بعد از آزادی از زندان به دلیل تصادفی مشکوک در سال 97 فوت می‌کند. اطرافیان علت مرگ او را مراجعه مکررش به وزارت اطلاعات و پیگیری مداومش برای بازگرداندن وسایل ضبط شده خانواده می‌دانند. اردشیر که 3 برادر و 1 خواهر دارد، یکی از برادرانش را در زمانی که برای بار اول در زندان بوده به دلیل بیماری MS از دست می‌دهد. خواهر و دیگر برادران او تا به امروز با وزارت اطلاعات و دادستانی سمنان همواره درگیر بودند. اما خانواده گلرخ فیروزیان، همسر اردشیر، نیز از این فشارهای دولتی مسئول نبودند. پدر گلرخ به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از کارش اخراج شده است. گلرخ و 2 خواهر دیگرش نیز همگی از کارهایشان اخراج و به زندان افتادند. ابتدا شیدرخ، خواهر بزرگ گلرخ، در بهمن 91 دستگیر می شود و به دلیل فشارها در بازجویی ها گلرخ نیز مجبور به معرفی خودش شده و هر دو به فواصل و بعد از تجدید حکم 6 ماه حبس محکوم می شود. یلدا، خواهر کوچک او، نیز بعد از 70 روز زندان انفرادی و تجدید حکم 2 سال و نیم زندان محکوم شده که در فروردین 99 و به دلیل گذراندن نیمی از حکمش و با توجه به شرایط ویژه کرونا در زندان ها به طور مشروط آزاد می شود. گلرخ و اردشیر سالهای طولانی است که در کنار هم و دیگر دوستانشان زندگیشان را صرف خدمت به بهسازی محیط اطرافشان کردند. شاید یکی از نکات بارز این ازدواج در بحبوحه این شرایط و در دوران محکومیت اردشیر در زندان امکان ملاقات و دیدار هفتگی این دو نیز با هم باشد. این یکی از نمونه اتفاقاتی است که هر روزه برای گروهی از پیروان آیین بهایی در شهرهای مختلف ایران می‌افتد. پیروان این آیین با وجود گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب و کشته و زندانی شدن بیش از 1000 نفر از پیروانش تا به امروز در ایران، از 3 نسل گذشته کماکان به دور از هر گونه خشونت، انتقام و حرکت غیر انسانی و با احترام به همه باورها و انسانها از هر عقیده‌ای و با هدف رسیدن به جامعه‌ای سالمتر و با خدمت به نیازهای جامعه اطراف و نیت صلح عمومی در ایران و همه دنیا، کماکان تلاش می کنند و همه سختی ها و فشارها را در این راه تحمل کرده و هر روز را با امید به فردایی بهتر آغاز می کنند.